این هفته سرحال آوردن روتر، رپر غولاسا در قرنطینه و مشکلات ویدیو کنفرانس ناشنوایان. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. در دوره قرنطینه و حتی حالا که خیلی از جا باز شدن، صنعت موسیقی ضربه بزرگی خورد. بسیار از برنامه‌ها لغو شدند، فستیوال‌ها ممنوع شدند و سالن‌های زیادی رو بستند و معلوم نیست که وضعیت چطور برگرده به حالتی که بتونیم بریم کنسرت. اما اونایی که تو کار موسیقی هستند به این راحتی‌ها ولکن نیستند. سالن کنسرت کجا و این کجا؟ ولی حتی همین جا هم چند وقت پیش حدود 700 هزار نفر وصل شدند تا کنسرت سالانه روز جهانی کارگر در هلسینکی رو تماشا کنند، در سالن مجازی با نورپردازی و آتشبازی مجازی. از آلمان بگیر تا آمریکا مردم وصل شده بودند که جی وی جی رپر فنلاندی رو تماشا کنند. البته کنسرت مجازی چیز جدیدی نیست. پارسال 10 میلیون نفر به طور آنلاین دی جی مارشمالو رو تماشا کردند. اون اولین کنسرتی بود که توی فضای بازی فورتنایت انجام میشد. بعد امسال در ماه آوریل تراویس اسکات رپر آمریکایی رکورد رو زد. حدود 12 میلیون نفر کنسرتش به اسم فضایی رو تماشا کردند. آدم فکر میکنه این همه تماشاچی هیچ وقت برای هنرمندان قدیمی‌تر و موسیقی‌های سنتی‌تر که دوست دارن زنده و در عالم واقع کنسرت بدن جمع نمیشه. I love this idea. خیلی فکر قشنگیه. من خودمم خوره کامپیوترم. این چند سال اخیر بازی‌های کامپیوتری خیلی پیشرفت کرده. من البته معمولاً آنلاین بازی نمی‌کنم، ولی دنیای عظیم بازی‌های مثل GTA رو خیلی دوست دارم. یا The Last of Us یا Red Dead Redemption. کاملا مشخصه روی موسیقی این بازی ها خیلی فکر شده. پیش اومده که وسط بازی که داشتیم از رادیوی ماشین آهنگی پخش شده که قبلا نشنیده بودم و خیلی خوب بوده. اگه یه موقع توی GTA کلوب جاباز کنن، من نفر اول صفم که توش بزنم. بنابراین هر اتفاقی در این فضا میتونه بیفته. حالا کلوپ جاز نه، ولی یک سری از بازیکنهای ماینکرافت خودشون با هم یک کنسرت عظیم را انداختن از توی اتاق خواباشون. اوپن پیت رو می 2018 را انداختیم. یکی از دوستای دی جی اسلش به اسم مکس رامپر تصمیم گرفت تولد 21 سالگیش رو توی ماینکرافت بگیره و همه چی خیلی بهتر از اون که فکر میکردیم پیش رفت. از اون موقع به بعد ستاره‌های بزرگی مثل 100 گیگز و چارلی XCX توی فستیوال‌های اوپن پیت زدن و صدها هزار نفر تماشاشون کردن. حقیقتش ماینکرافت تنها بازیه که میشه توش هر کاری کرد. هیچ وابستگی به سازنده ماینکرافت یا مایکروسافت هم نداریم و با این وجود میتونیم کاملا مستقل برنامه‌هامون رو برگزار کنیم. بعضی هنرمندا دارن برای خودشون سالونم میسازن. گروه مستقل کوریر کلاب به یاد جشنواره جنوب از جنوب غربی تگزاس که امسال لغو شد، یک جشنواره را انداختن به اسم بلاک از بلاک غربی. هنرمندایی که معروف نیستن یا مخاطب خاص دارن نمیتونن سالن پر کنن یا تور کنسرت جهانی که هیچ، حتی توی کشور خودشون تور بذارن. ولی اگه برنامه روی بستر مجازی باشه و همه مخاطبایی که پخشن جاهای مختلف یه جا جمع بشن، میشه کنسرت درست حسابی گذاشت و پول هم در آورد. اون پول مستقیم میرسه به هنرمند به جای اینکه بره دست واسطه بعد هنرمند. هدف اینه که موانع مالی رو از جلوی هنرمند برداریم، همینطور مانع جغرافیایی رو. یه جورایی میشه گفت که تقویم رایج فستیوالا رو به هم میزنه. برای من فرصتیه که برای مخاطب روس اجرا کنم. دلم میخواست در خود روسیه اجرا داشتم. ولی حتی کرونا هم نباشه، گروه ما از نظر حکومت دشمن محسوب میشه. گاهی همین که از در خونه میریم بیرون، پلیس بازداشتمون میکنه.
من اصالتاً اهل یه شهرستان کوچیکم و بیشتر هنرمندا هیچ وقت در همچین شهری کنسرت نمیذارن. حالا دوران کرونا باشه یا نباشه. در نتیجه من حس میکنم مهم نیست به طور فیزیکی کجا باشی. اگه بخوای میتونی کنسرتو تماشا کنی و این به نظرم فوق‌العاده است. به گمانم راه آینده همینه. یعنی واسطه هایی که از هیچی پول در میارن حذف میشن. و میرسیم به مسئله پول. در این دوران بحران خیلی از هنرمندها کنسرت رایگان برگزار میکنن. مثلا در قالب برنامه تویچ استریم اید که هدفش پول جمع کردن برای کارکنان نظام درمانی بود. منتها سوال اینه که وقتی خود هنرمندان هم منبع درآمدی ندارن جا داره که کنسرت رایگان برگزار کنن؟ بعضی هستن مثل اریکا بادو، نمیدونم میشناسین یا نه. خب اون برای اجراهاش پول میگیره و اجرای درست حسابی میکنه. حرفش هم اینه که من میدونم شماها میدونید که من قرار نیست ورشکست بشم. چندین نفر هم با من کار میکنن. همین که این آدمها رو دور هم جمع میکنیم و یه مقدار پول در میاریم کار سرپا میمونه و این مدت کارهای تجربی محشری انجام داده. طبعا هیچی اجرای زنده نمیشه، ولی همین که هنرمندا میتونن ارتباطشون رو با هوادارانشون حفظ کنن عالیه. و کم کم سالن‌های مجازی هم دارن فکر می‌کنن مثل سالن‌های واقعی درآمد کنسرت رو با هنرمندها قسمت کنن. در چند سال گذشته محتوای به غیر از بازی روی تویچ 4 برابر شده. به نظرم اگر بخوایم در دراز مدت هنرمندا همچنان روی تویچ برنامه اجرا کنن، یعنی حتی بعد از اینکه قرنطینه و فاصله گذاری تموم شد، راهش اینه که بهشون نشون بدیم این هم میتونه یک منبع درآمد جدید باشه. حتی اگه هنرمندا بتونن از اجراهای آنلاین پول در بیارن، ولی نمیشه منکر شد که جو کنسرت زنده واقعی یه چیز دیگه است. گفتیم نظر یک خواننده که از پرفروش‌ترین های سالهای اخیره رو هم در مورد کنسرت آنلاین بپرسیم. جناب اندرو جان هوزیر بایرن، معروف به هوزیر. حس غریبیه که بدونی صدها یا هزاران نفر در اون لحظه دارن نگاهت میکنن و با این حال تو در سکوت مطلقی. خیلی عجیبه. بعد که مردم شروع میکنن پیام فرستادن، میگی آخیش یه سری دارن تماشا میکنن و حس بسیار بسیار خوبیه. راستش واقعا جا خوردم، یعنی انتظارش رو نداشتم اینقدر حس رضایت بده به آدم. این که در لحظه با آدم ها در ارتباط باشی، واقعیش اینه. توی کنسرت واقعی هم چنین امکانی نداری. این هفته هند وبسایت جدیدی راه اندازی کرد تا لحظه به لحظه ذخیره اقلام بهداشتی لازم برای مقابله با شیوع کووید 19 رو ردگیری کنه. واتساپ خدمات پرداخت پول دیجیتال در برزیل راه اندازی کرد که به کاربران امکان میده به صورت رایگان پول ارسال کنن و خریدهای کوچیک انجام بدن. و فیسبوک اعلام کرد قصد داره به کاربران آمریکایی اجازه بده تا در آستانه انتخابات سال 2020 آمریکا گزینه تبلیغات سیاسی رو خاموش کنند. این هفته همینطور سازمان عفو بین الملل نسبت به برنامه ردیابی تماس کویت و بحرین حساس شد. کاربران ادعا کردن این اپ‌ها به طور زنده به داده‌های موقعیت مکانیشون دسترسی داشتن. نروژ هم مجبور شده اپ ردیابی تماسش رو به خاطر نگرانی‌های مربوط به حفاظت از داده‌ها لغو، تمام داده‌های جمع‌آوری شده تا به حال رو پاک و استفاده آتی از اون رو متوقف کنه. اپل اعلام کرده سال 2019 نیم تریلیون دلار در اپ استور معامله شده. اپل گفته از بیش از 85% این معاملات هیچ کمیسیونی نگرفته. این هفته کمیسیون اروپا اعلام کرد داره نحوه معاملات در اپستور اپل رو بررسی میکنه تا ببینه آیا قوانین مربوط به رقابت آزاد رو نقض کرده یا نه. و از این به بعد کودکان در ایالات متحده میتونن با نسخه دکتر ویدیو گیم بازی کنن. نهاد غذا و داروی آمریکا این نخستین بازی تجویز شده پزشکی رو تایید کرده. این بازی که توسط آکیلی اینتراکتیو ساخته شده برای بچه‌های 8 تا 12 سالیه که ADHD یا اختلال نقص توجه دارن. و در آخر اسلات بات، رباتیه که توسط مهندسین انسیتوی فناوری جورجیا طراحی شده و سبک زندگی کم مصرف پستانداری به اسم تنبل الهام میگیره. با استفاده از انرژی خورشیدی، این ربات حیوانات و شرایط محیطیشون رو در مدت زمانی طولانی تر زیر نظر میگیره.
معمولا مقصر اصلی در کیفیت بد تصویر ویدیو کنفرانس وایفای ضعیفه. ممکن از روتر دور باشید و بینتون دیوار باشه، یا ممکنه اعضای دیگه خانواده همزمان در حال فیلم دیدن و بازی آنلاین باشن و پوست وایفای رو کنده باشن. یا ممکنه کانالی که روتر شما برای انتقال داده ازش استفاده میکنه کانال شلوغی باشه و کلی روتر دیگه هم ازش استفاده کنن. این اپلیکیشن وضعیت وایفای شما رو بررسی میکنه و بهتون میگه چه خبره. معمولا کانالای مختلف برای وایفای هست و بیشتر روترها از چند تا کانالی که تنظیم پیش‌فرضشونه استفاده میکنن. به همین خاطره که الان اینجا انقدر شلوغه. اینو میبینید؟ این رو فقط یک نفر استفاده میکنه و هرچی بخواد دانلود میکنه. اما چجوری کانال شخصی فقط برای خودتون بگیرید؟ میگم. فقط قول بدید به کسی نگید. باید برید توی بخش ادمین روترتون. یعنی باید IP دیفالت گیتوی رو توی مرورگر کامپیوتر یا تبلتی که به اون روتر وصله وارد کنید. اگه IP رو نمیدونید، اول برید توی تنظیمات شبکه و اینترنت، بعد مشخصات شبکه. اونجا IP رو پیدا میکنید. اینجا رمز ادمین ازتون میخواد. اگه رمز رو نمیدونید، قاعدتا باید یه جا روی روتر یا روی کاغذایی که همراه روتر بوده بهتون داده باشن. توی تنظیمات بیسیم یا وایرلس سیتینگ اگه گزینه 5 گیگاهرتز داره روشنش کنید. برای اینکه کانال وایفای رو عوض کنید باید تنظیم خودکار رو خاموش کنید. بعد یک کانال دیگه استفاده کنید ببینید خط سریع‌تر میشه یا نه. یه توصیه بی ربط هم برای افزایش کیفیت تصویر بهتون بکنم. سعی کنید دوربینتون همیشه هم ارتفاع چشمتون باشه و منبع نور هم جلوتون باشه، نه پشت سرتون، به اصطلاح ضد نور نباشه. تو این دوران قرنطینه خیلی ها مجبور شدن که روش کار کردنشون رو عوض کنن، از جمله خود ما که از تو خونه کار میکنیم. اما بعضی از کسانی که ناتوانی جسمی دارن کلن مجبور شدن که راه‌های ارتباطی جدیدی یاد بگیرند. گزارش پل کارتر رو ببینید، منظورم رو متوجه میشید. در عرض چند هفته نمایشگر کامپیوتر تبدیل شد به مهمترین و اصلی ترین مسیر ارتباطی آدم ها با دوست و خانواده و همکارشون. اما برای یک بخش از جامعه این تغییر مشکلات ویژه‌ای داشت. من ضعف شدید شنوایی دارم. به قول معروف ناشنوای ناشنوام. منم کاملا ناشنوام و صدام گمراه کننده است. ولی اصلا صداتون رو نمیشنوم. در دوره قرنطینه افراد ناشنوا و کمشنوا چاره جز اتکا به فناوری زیرنویس زنده که به سرعت داره پیشرفت میکنه نداشتن. این فناوری با هوش مصنوعی به طور زنده و همزمان حرفهای آدمها رو روی صفحه مینویسه. تقریبا همه پلتفرم‌ها الان این قابلیت رو دارن. یکی از کسانی که با این داستان از هر دو طرف آشناست جنی لفلوری، مدیر ارشد دسترسی پذیری مایکروسافته. با این برنامه رفتم سراغش و با کمک مترجم زبان اشاره باهاش گفتگو کردم. دقت زیرنویسا به خاطر هوش مصنوعی با سرعت پیشرفت کرده. الان در بیشتر موارد تصویر بسیار دقیقی از اون چه گفته میشه به آدم میده. آیا بی نقصه؟ نه. فکر میکنم زیرنویس از اون دست کارهایی که همیشه به نوعی با اعصاب خردکنی همراه بود. باعث توانمندی میشد ولی آدم اذیت هم میشد. الان فرق کرده. That's 5 سال پیش چون این چیزی ممکن نبود. این ماجرای دورکاری در دوران کرونا برای امثال من مطلقاً ناممکن بود، به خاطر اینکه نمیتونستم با کسی ارتباط برقرار کنم و حتماً باید مینوشتم. البته زیرنویس زنده هم صرفاً یکی از این راه حل هاست و به درد همه نمیخوره. خیریه اسکوپ که برای افرادی با ناتوانی جسمی کار میکنه یه فهرست کامل از ریز قابلیت های بسترهای مکالمه تصویری فراهم کرده. در هر کدوم از بسترها به هر حال نگرانی های وجود داره. نرم افزار مکالمه تصویری همیشه برای افراد دارای معلولیت مشکل ساز بود. این فناوری پیش از کووید 19 هم بود. زیرنویس خودکارم که سال هاست استفاده میشه.
همین که قابلیت دسترسی منسجم و با کیفیت در همه بسترها نیست نشون میده چقدر موضوع دسترسی اولویت پایینی داشته. به همین خاطر با افراد دارای معلولیت که صحبت میکنیم هیچ کدوم از نرم افزارها براشون ایدئال نیست، در حالی که این افراد هم باید دسترسی برابر به خدمات و محصولات داشته باشن. پیام ما به همه سازمان ها و سازندگان نرم افزار که اپلیکیشن را طراحی میکنن اینه که حواسشون باشه که نیاز نابینایان و کم بینایان را در نظر بگیرن، چه موقع طراحی چه بعد از ساخت که نرم افزار به روز میشه. برنامه نویس ها باید مدام آزمایش کنند، اپلیکیشنشون رو رو نسخه های بعدیش رو آزمایش کنند و وقتی به مرحله تولید میرسن باید با کاربر واقعی امتحان کنند. اگه یه مشخصه باشه که ما به عنوان جامعه باهاش به دنیا میایم، توانایی حل مشکله و من فکر میکنم که این یکم از مشکلات عادی دیگه که باهاش روبرو میشیم بزرگتره. زمان لازمه تا آدم یاد بگیره چطور بر هر جنبه از ناتوانی جسمی غلبه کنه و من فکر میکنم تا سالها ما این چیزایی رو که یاد گرفتیم برای نسلهای بعد خواهیم نوشت. ولی حتی با راه حل‌های جدید هم مشکلات جدیدی پدیدار میشه. یکی از مشکلات نرم افزارهای ویدیو کنفرانس مسئله چشم تو چشم شدنه. اگه دقت کنین الان که من زیرنویس ها رو گذاشتم بالای صفحه، وقتی نگاه میکنم به نظر میاد حواسم به گفتگو جمعه و درگیر بحثم. حالا مقایسه کنین با این حالت که زیرنویس رو بذارم پایین صفحه، الان به نظر میاد دارم یه کار دیگه میکنم. وقتی زیرنویس پایین صفحه باشه نگاهش که میکنی طرف مقابل فکر میکنه توجه نمیکنی، حواست پرت شده، کاملا ممکنه به وجهه اجتماعی شخص لطمه بزنه. پس میشه یکی از بارقه های امید این بیماری همگیر رو توسعه دسترسی پذیری بیشتر قلمداد کرد؟ وقتی میری سراغ فناوری و ازش در موقعیت‌های کاملا جدید استفاده می‌کنی که دقیقاً همین کاریه که ما الان داریم می‌کنیم، مقدار زیادی چیز یاد می‌گیری. ضمن اینکه در کنارش کلی کارهای جدید می‌کنی. چیزی که من میتونم بگم اینه که ابزاری که کارفرما بتونه باهاش کار کردن کارمندا رو از راه دور آسان‌تر کنه زیاده. ما هم داریم از بعضیاش استفاده میکنیم و گاهی لحظه های روزایی هست که سخته، ولی شکی نیست که از اونی که فکرش رو میکردیم خیلی آسان‌تره. بنابراین حرفم اینه که الان دست کم میدونیم که این کار شدنیه. خب حالا یکم از جدیدترین پژوهش‌ها درباره کرونا بگیم. یه سر بریم ایسلند. در ایسلند شرکتی هست به اسم دیکود ژنتیک که کارش پژوهش‌های ژنتیکیه، ولی در کشوری که از یک نظر تقریباً بی‌نظیره. اینجا سابقه خانوادگی افراد رو تا حدود 1000 سال پیش دارن. در نتیجه حدوداً میدونن کی چه ژن مشترکی با کی داره. ضمن این که مردم ایسلند سالهاست به شرکت دیکود خون اهدا میکنن. اون خون رو توی این بانک خون فریز میکنن که بعدها در پژوهش‌ها استفاده بشه تا ببینن چه ژن‌هایی میتونه اشخاص رو در برابر بعضی بیماری‌ها ضعیف یا مقاوم کنه. ما رفتیم سراغ رئیس این شرکت که میدونیم درگیر این سواله که چرا کرونا به بعضی آدم‌ها بیشتر آسیب میزنه. اعضای این تیم حدوداً ربع قرن با هم کار میکنن. الان یه حسی داریم انگار که هر چی تا حالا کردیم محض آمادگی برای این لحظه بوده. حجم عظیمی داده در مورد کسانی که مبتلا شدن داریم. در موقعیت ممتازی هستیم که ژنتیک بیماران رو بررسی کنیم و ببینیم عوامل ژنتیکی مؤثر بر احتمال ابتلا چیه، همینطور احتمال وخامت حال در صورت ابتلا. دیکود تا زمان ضبط این برنامه 14% جمعیت ایسلند رو آزمایش کرده که از همه کشورهای دنیا بیشتره و این آزمایش هاشون خیلی به فهم ما از کووید 19 کمک کرده. به عنوان مثال آقای استفانسون میگه برخلاف بعضی از گزارش ها به نظر میرسه تقریبا هر کسی که مبتلا شده نهایتا یک موقعی علائم داشته
و الان تمام تلاش اینه که بفهمن چرا این علایم در آدم‌های مختلف اینقدر فرق داره، از خیلی خفیف تا خیلی شدید. آیا به این خاطره که بعضیا قبلا یک ویروس کرونا دیگه گرفته بودند و به نوعی ایمنی داشتند، یا اینکه خود ویروس انواع مختلفی داره؟ ویروس ها معمولا از یک شخص به شخص دیگه که منتقل میشن تغییر میکنن. این ویروس هم همینطور که پخش شده تغییر شکل داده و انواع مختلفی ایجاد کرده که از روی داده های ژنتیکیش قابل تشخیصه. و این داده ها بین دانشمندان سراسر جهان به اشتراک گذاشته میشه. چیزی که در این لحظه نمیدونیم اینه که آیا بعضی از انواع ویروس خطرناکتر از بقیه‌اند یا نه. وقتی ویروس تغییر شکل میده معمولاً مسری‌تر ولی کم خطرتر میشه، برای اینکه هدف تکاملی ویروس اینه که تا جایی که میشه پخش بشه یا هر چقدر میتونه زیاد بشه. و وقتی ویروسی بیماری سخت ایجاد کنه گسترشش محدود میشه، چون شخص مبتلا نمیتونه این ور اون ور بره و ویروس رو پخش کنه. ولی این ویروس ظاهراً راهش رو پیدا کرده، یعنی بیشتر کسانی که مبتلا میشن علائم خفیف دارن و میتونن این ور اون ور برن و ویروس رو پخش کنن، ولی یه اقلیت بدشانس هم آسیب جدی میبینن. در نتیجه به قول معروف این ویروس هم خر رو داره هم خرما، هم به سرعت پخش میشه هم کشنده است. نکته بسیار جالب دیگه اینه که چون این ویروس در حین پخش شدن در همه جهان جهش ژنتیکی کرده، کارشناسان ژنتیک میتونن با آزمایش روی هر بیمار بگن ویروسی که مبتلاش کرده از چه مسیری از چین به اون شخص رسیده. مثلا در آمریکا اولین ویروس مستقیم از چین به ساحل غربی این کشور رسید، ولی همزمان اشکال دیگه ویروس داشتن از مسیر اروپا می اومدن و نهایتاً اواسط مارس رسیدند به نیویورک. و اون شکل ویروس که در نهایت همه آمریکا رو گرفت این دومی بود. و در حالی که همه فکر میکردن ایتالیا کانون گسترش بیماری در اروپا است، یک موضوع از زیر چشمشون در رفته بود. زمانی که مسئولان کشورهای اروپایی حواسشون به کسایی بود که داشتن از اسکی در آلپ برمیگشتن، ویروس از کشورهای دیگه مثل بریتانیا وارد کشورشون شده و 100% روشنه که این ویروس از روزهای اول شیوع بیماری به طور گسترده در بریتانیا پخش شده بود. برای اینکه بخش قابل توجهی از مواردی که در ایسلند داشتیم از بریتانیا به ایسلند اومده بودن. به رغم همه این اوصاف، ایسلند کم کم داره از بیماری خلاص میشه. شمار تلفات اینجا بسیار ناچیز بوده و تازه قرنطینه کامل رو که در خیلی از کشورها اعمال شده بود نداشتن. دکتر استفانسون معتقد دلیل این موفقیت آزمایش گسترده بوده، یعنی خیلی سریع کسانی که مبتلا شده بودند مشخص میشدند. بعد با ردگیری میفهمیدند هر مبتلا با چه کسانی در تماس بوده و اون افراد رو قرنطینه میکردند. در حقیقت اپیدمی رو پیش از اون که از کنترل خارج بشه مهار کردند. البته بعضیا میگن کار ایسلند به نسبت ساده تر بوده، چون هم جمعیتش کمه هم دور افتاده است. به من گوش کن، ابعاد کشور ابداً بهانه خوبی نیست. شما هم میتونید دقیقاً همین روش ما رو پیاده کنی و به نظرم همونقدر مؤثر خواهد بود، به شرط اینکه اراده و امکاناتش باشه. بله، تعداد مبتلایان در بریتانیا به مراتب بیش از ایسلنده، برای اینکه جمعیت شما خیلی بیشتر از ماست، ولی در عوض نیروی کارتون هم خیلی بیشتره. به نظرم جالبترین نکته در مورد کرونا اینه که دو کشوری که شاید بیش از هر کشوری در دنیا امکانات دارن، یعنی بریتانیا و ایالات متحده، تا این حد برای این ماجرا ناآماده بودن. کرونا به خوبی نشون داد که آمادگی و زود جنبیدن میتونه جان آدمها رو نجات بده. از طرف دیگه نشون داد چقدر فناوری در عرصه پردازش حجم عظیم داده پیشرفت کرده که الان میتونه سوزن رو در انبار کاه پیدا کنه. به نظرم این اپیدمی نشون داد که جمع کردن حجم عظیم اطلاعات و بهره برداری درست از اون اطلاعات چقدر میتونه ابزار مؤثر و پرقدرتی باشه.
20 سال پیش نمیتونستیم همچین کاری بکنیم. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونه bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید. از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شناسیت persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.